بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست و همکار عزیزم آقای جهانگیر گلزار هستیم. آقای گلزار سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت. منم سلام دارم آقای عبداللهی عزیز و همچنین سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و محترم تلویزیون سپیده استقلال و آزادی. جناب گلزار، چند مقاله شما در رابطه با بودجه سال 99 که کابینه آقای روحانی به مجلس داده بود، حالا در رابطه با داستان تصویبش و به قول شما اینکه ویروس کرونا به داده آقای خامنه‌ای و آقای روحانی رسید که این بودجه رو چجوری تصویب بکنن و این حرفا، مقالاتی در رابطه با بودجه و تأثیرات فقرزایی این بودجه به ویژه برای زحمتکشان و کارمندان در ایران فضای مجازی صدا پخش شده، منتشر شده. میخواستم خواهش کنم که اگه میشه در رابطه با اینکه این بودجه که برای سال 99 تصویب شده برای همیهنان ما توضیح بدیم، به ویژه با توجه به اینکه از اون موقع تا الان هم صادرات نفت ایران کم شده، همین مشکل کرونا باعث شده که یک بسته های دیگری به تصویب برسانن، هزینه های دیگری بر به صدا در نظر گرفته بشه. بازم خواهش کنم که بفهمین که این بودجه چطوری تصویب شده، چی میگه، چه فرقی با بودجه سالهای گذشته داره و چه تأثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. با کمال میل خدمتون عرض کنم که اگر ما بخوایم ساده صحبت بکنیم و به اصطلاح این رو ملموس بکنیم برای هموطنان عزیز، اگر یک مجلسی واقعا نمایندگان واقعی مردم باشن و یک دولتی که انتخاب میشه اینها منتخبین واقعی مردم باشن که بخواهند در حقیقت در جهت برقرار شدن و یا پشتیبانی از حقوق مردم عمل بکنن، کار مجلس اینه که رسید، کار اصلیش اینه که رسیدگی کنه به بودجه که آیا این بودجه، این لایحه که اومده، اون اعداد و ارقام به گونه ای هست که درآمدها با مخارج یکسانی داره، یک کمبودی نداشته باشه، دو اینکه باید در حقیقت بودجه در خدمت مردم باشه، یعنی در حقیقت در خدمت عمران طبیعت باشه، در خدمت جامعه، رشد جامعه باشه و اون مخارج اضافی یا اینکه نیروهای دوگانه و یا موازی که کنار هم هستن اینها رو باید حذف کنه تا بشونه کل بودجه در خدمت رشد جامعه و طبیعت باشه. حالا وضعیت بودجه که ما در ایران داریم یا اینکه مثلا امسال گذشته همیشه در آذر ماه میان بودجه رو، لایحه بودجه رو میدن به مجلس، مجلس باید رسیدگی کنه. هر سال همین کار رو میکنن، میان میگن یه سری کمبود داره، با این حال تصویب میشه. یه چند تا دعوای اصلی دارن. یکی از دعواهاشون اینه که به اصطلاح حداقل درآمد خانوارها یعنی کارگرها چقدر میشه، اونا که حداقل درآمد دارن چقدر، چند درصد میخواد اضافه کنه، و اینکه آیا این دخل و خرج ها با هم میخوره یا نمیخوره، اینا واقعیت داره یا نداره. سال گذشته که خواستن این بودجه رو به تصویب برسونن در آذر ماه که دادن به مجلس، یادمون نره که قبل از اون جنبش عمومی در شهرهای مختلف بود، جنبش رو به آتش کشیدن، به خون کشیدن و به تعداد بسیار رو زندان کردن. بعد از اون دو مرتبه یک مدتی یک استراحتی مردم کردن، از نو یک حرکت عمومی در ایران شد و اکثر شعارهایی که داده شد، چون من شعارها رو خودم جمع‌آوری کردم و یه مطالعه کردم که مردم چی میخوان، شعارهای استقلال طلبی، آزادی خواهی و عدالت طلبی بود. این عدالت خواهی، حق خواهی درش موج میزد. پشت سر این اون هواپیما رو، مسافربری رو زدن و تا امروز هم هنوز مشخص نشده چرا زدن، چگونه زده شده و هیچ پاسخگویی نیست. ولی در یک همچین موقعیتی اون لایحه رفته مجلس، دارای کمبودهای بسیار زیادی بوده، بسیار زیاد خدمتون عرض میکنم، چون فشارش رو سر مردم هست، رو گرده مردم بعد این فشار وارد میشه وقتی کمبودها رو داره. و اینکه
این مجلس اگر میخواست با تمام این نقص هایی که اون بودجه داشت این رو تصویب کنه، خب یکی از مسائلش این بود که بعد از اون مردم در فروردین یا اردیبهشت تحمل این همه دروغ و ریا رو نمیکردن، جنبش میکردن. اینه که در یک مطلبی هم که نوشتم اونجا توضیح دادم که این کرونا به داد رژیم رسید. در حقیقت تصور میکنم فعلا یک سکوتی جامعه رو گرفته. ولی مسئله اساسی اینه که به گفته بسیاری از اقتصاددانها در ایران عنوان کردن که 200,000 میلیارد تومان این بودجه کمبود داره. خب اون به اصطلاح کسانی که رسیدگی میکنن به وضعیت بودجه در مجلس، اونها عنوان کردن که نه 106,000 میلیارد تومان کمبود داره. البته دلایل مختلفی آوردن که بشه این بودجه رو تامین کرد. یکی از اونها اینه که میگه که ما نفت میفوشیم 1,000,000 تا 1.5 میلیون بشکه در حال حاضر که فروشی ندارند. قیمت نفت هم که الان 1/3 اون چیزیست که تصور میکردن میتونن بفروشن، یعنی 50 دلار. پس بنابراین این حرف ممکن نمیشه، فروش نفت. غیر از این که بگوین ما نفت رو نه 50 دلار، نه 17 دلار یا 20 دلار، بلکه نصف این قیمت، یعنی 10 دلار 12 دلار به کسانی میفروشیم، میگیم اگر یک موقعی ما از زیر فشار آمریکا و این روابط سیاسی خارجی که ما رو محدود کردن در اومدیم، این نفت رو به شما میدیم، یعنی مفت فروشی میکنن. با این نمیشه بودجه نوشت. اینو نمیشکن بهش نمیگن بودجه. خب راه تامین دیگه شون چیه؟ راه تامین دیگه شون اینه که ما بتونیم مالیات بگیریم. بسیاری از مالیات ها رو بردن بالا، ولی فکرشو بکنید حجم دیوان سالاری دولت از اولین دوره که آقای بنی صدر ریاست جمهوری ایران رو داشته که به اولین بودجه آقای رجایی و کابینه او اعتراض بزرگ کرده، مقالات نوشته، دعوت به بحث آزاد کرده، یک به یک توضیح داده که این کمبود بودجه شما و این قرضی که به وجود میاره فشارش اینه که جامعه رو فقیرتر میکنه. این جامعه اومده یک انقلاب کرده که در حقیقت از زیر این نوع روابط اقتصادی در بیاد، چون زمان شاه هم آسیا بر همین چرخ میچرخید. اینها مردم اومدن یک تحولی خواستن و اون تحول اینه که یک اقتصاد در حقیقت تولید محور داشته باشن. اقتصادی که ما داریم اقتصاد واردات محور هست، بستگی داره به فروش این اموال مثلا دولتی. خب اول اینکه دولت از اون دوره‌ای که خدمتون عرض کردم، ریاست جمهوری اول، که ریاست جمهوری یعنی اولین رئیس جمهور اعتراض کرده تا به حال، بسیار بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده. در این دولت فعلی هم نسبت به دوره سال قبلش بودجهش برده بالا، یعنی بازم حجمش بزرگتر شده. غیر از اون بگذاریم که سپاه و بسیج و کمیته، انواع و اقسام نیروهای سرکوب مختلف در کشور وجود دارن و نیروهای موازی کنار هم دیگه که اینها بودجه بسیار بزرگی رو میطلبه. این رژیم حتی اگر بتواند نفت هم بفروشه نمیتونه اینها رو سیر کنه، چون اینها خیلی بزرگ شدن. خب یک راه حل دیگه هم داره که بتونه قرضه از خارج بگیره، چون ایران در حال حاضر تحریم هست، از خارج به او قرضه ای نمیدن، خدمتون عرض کردم، غیر از اینکه پیش فروش نفت بکنه. کار دیگه ای که میتونه بکنه اینه که بیاد بگه که من میام از بانک قرض میکنم. دوره احمدی نژاد که بدترین دوره اقتصادی از لحاظ مقروض کردن دولت به بانک ها بود، حجم پول در گردش شده بود 470,000 میلیارد تومان. الان آقای روحانی حجم پول رو بیش از 3 برابر دوره احمدی نژاد کرده و باز امسال حرفشون سر اینه که 2 مرتبه پول چاپ کنن در اختیار مردم قرار بدن. خب این روش کار نیست. به بانک ها هم گفتن وقتی ما به شما مقروض شدیم به شما میتونیم در ازاش نفت بدیم. آخه یا بانک کار بانکداری میکنه یا نفت فروشه. اگر شما بتوانید نفت بفروشید که دیگه از بانک به بانک احتیاج نیست که بگید من نفت به تو میدم، که امکانش رو ندارید. اینها یک نوع بازیست، بازیست به اصطلاح در حقیقت اقتصادی است که با ارقام و اعداد بازی میکنن. یک
درآمدهایی رو با مخارج با همدیگه در یک میزان قرار بدن و در حقیقت بگن که ما میتونیم سال آینده رو گذران کنیم. میتوانن گذران کنن با تولید فقر بیش از حد. اون رو کی میپردازه تولید فقر بیش از حد رو؟ طبقه فقیر و فقیر و فقیرتر جامعه ایران. اول از همه از گرده اونها گرفته میشه، دوم از طبیعت ایران گرفته میشه و بعدش اینه که نسل‌های بعدی بدهکار خواهند شد و این کشور باید که به اصطلاح اون بدهی‌هاشونه بده. در یک همچین موقعیتی مجلس ایران خواست تصویب بکنه این لایحه رو و بعد گفتن که ما تصویب نمی‌کنیم. حالا در یک گفتگوی دیگه شاید به این بپردازیم که یکی از مسائلشون مسئله بالا بردن حداقل حقوق بود در ایران و این حداقل حقوق رو نمیتونستن با به اصطلاح کابینه به توافق برسن. بسیار غیر ممکن بود، اینو در یک جلسه دیگه به اون خواهیم پرداخت. ولی وقتی که این رو نفی کردن، گفتن که این به اصطلاح باید برگرده به دولت و ما نمیتونیم که چشم پوشی کنیم از بسیاری از موارد، کرونا در اینجا به کمک نظام اومده. از این دید به نظر من ها، نه این که بگم که واقعا خواسته بودن، نه، در این لحظه تاریخی جلسات مجلس برگزار نشد، گفتن جلسات رو میتونیم از طریق اینترنت برگزار کنیم و شبکه های مختلف، گفتن نه نمیشه این کار کرد که در حقیقت میشد این کار انجام بدن. نمیشد چون نمیشد این لایحه رو درستش کرد. این لایحه بودجه بیمار است، بیمار قدرت و خشونته، اون رو نمیشه حلش کرد. در این زمان آقای خامنه ای که بر جان و مال و ناموس مردم طبق قانون بستیت دارد، ایشون حکم حکومتی صادر کرد. در حقیقت گفت مجلس بی مجلس، کار مجلس که رسیدگی به لایحه بودجه هست از دست اینا گرفته داده دست شورای نگهبان. شورای نگهبان کیه؟ 6 تاش که منتخبین خود آقای خامنه ایست، 6 تاش هم منتخبین آقای رئیسی است که اونها هم در حقیقت آقای رئیسی منتخب آقای خامنه ایست. اینها به قول معروف سنبل کردن، بودجه تمام شد. حالا این بودجه که تمام شده و تصویب شده چه میتواند برای مردم ایران بکنه؟ تمام بخش های عمرانیش حذف شده، تمام بخش های تولیدش حذف شده. اقتصاد ایران 60% به گفته مسئول نظام افتاده از کار، 30%ش فعاله، بقیه بخش ها 40%شون فعال هستن. در یک همچین موقعیتی که ایران در 9 جنگ نظامی، سیاست خارجی، اقتصادی و تحریم اقتصادی در حقیقت گرفتار هست، یک بیماری جدید هم به نام کرونا اومده و مشکل بر مشکل اضافه کرده. حالا شاید هموطنان عزیز سوال کنن سال آینده چه خواهد شد؟ سالی که ما درش هستیم، این سال سال فقر بیشتره. اگر کرونا هم نبود، فقر روزافزونی در ایران ما داشتیم. چون که بودجه سال گذشته گفتن برای 7 ماه کافی بوده، زودتر از اون تموم شد. این بودجه که اصلا بودجه نارساییست. حالا ما یه صندوق توسعه داریم که از اون صندوق توسعه یه اندوخته درش هست میشه برداشت کرد. اجازه گرفتن 2,750,000,000 از این صندوق برداشت کنه. اجازه هم از طرف آقای خامنه‌ای و صادر کنن، ایشون هم بر همه چیز کشور در حقیقت سلطه داره، ضد هر نوع حقوقی است این عمل ایشون. خب ایشون اجازه داده. آیا واقعا شما هموطنان که این صندوق برای شماست، برای توسعه کشوره، از خود سوال کردید که این بودجه رو کجا خرج کردن؟ این پول رو 2 میلیاردش رو یک جا در اختیار سپاه قرار دادن، بقیهش هم تقسیم کردن، از رادیو تلویزیون گرفته و بهداشت و درمان 30 میلیونش فقط گرفته. شما فکر کنید واقعا جای تأسف نیست؟ 150 میلیونش رادیو تلویزیون گرفته اون رسانه ها، چون کار تبلیغی میکنن به خاطر نظام. و البته دادن بیرون اون جدولی که چگونه خرج شده، ولی این جدول رسانیست که در جهت عمران ایران، در جهت تحول ایران کاری انجام بگیره.
بنابراین اگر ما بخوایم یک اقتصادی داشته باشیم یا بودجه‌ای داشته باشیم در خدمت مردم، در این نظام غیر ممکنه که ما به این بودجه برسیم. امکان نداره، چون که سیستمی و سامانه‌ای که در ایران درست شده، مجموعه روابط قوایی که درست شده، اجازه نمیده که در خدمت مردم و عمران طبیعت این بودجه عمل بکنه، در خدمت قدرته. پس بنابراین باید همونطور که مبارزه میکنیم با کرونا، مبارزه کنیم با این قدرت خودکامه. استبداد باید بره. نوع دیگری رو ما به شما پیشنهاد کردیم از سیاست، از روابط اجتماعی و از اقتصاد، یک اقتصاد تولید محور. اقتصاد تولید محور همخوانی با استبداد نداره، همخوانی با آزادی داره، با امنیت داره، با رشد داره، با حقوق مند شدن انسان ایرانی و غیر ایرانی داره. در حقیقت اقتصاد در خدمت انسان عمل میکنه و در خدمت طبیعت. خب ما در این نظام امکان نداره به اون برسیم. این حجم عظیم از دولتی که به وجود اومده، این حجم عظیمی از سیستم اداری که به وجود اومده، این رو باید کوچکش کرد. در اولین دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر طرح ما به شما ملت این بود و برنامه برای اون داشتیم که باید دولت یک سوم بشه. الان چند برابر اون دوران شده و این غیر قابل تحمل است. اگر که بخوایم مقایسه کنیم، روسیه با اون عظمتش از بس که بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد، تحمل این بزرگتر شدن رو نداشت. در حقیقت شکست ورشکست شد. نه اینکه شما خیال کنید اگه یه موقعی این استبداد بیفته دیگه نتونه ادامه بده، فضایی برای حیات ایران هست. نه، اون موقع فضای حیاتی رو از بین بردن. این بودجه کروناست، عین کرونا میکشه در فقر. این شکلی باید بهش نگاه کنید. کی به اصطلاح باید درمانش کنه؟ ملت ایران. همینطور که کرونا را فعلا باید پزشکان و پرستاران مداوا کنن، کرونا ولایت فقیه که جان میگیرد با این نوع اقتصاد و این بودجهش، باید ملت ایران با ایستادگی. ما دو بیماری رو باید از کشور خودمون نجات بدیم. یکی بیماری فقیه هست، یکی بیماری که به نام کرونا در حال حاضر جهان با اون گرفتاره. ولی برای اقتصاد راه حل مناسب وجود داره. من اینجا برای نق زدن ننشستم که بگم ایراد میگیرم فقط به این نظام که شما در فساد هستی، چه میکنه. نه، مجموعه این سیستم از روز اول تا به حال فقر بر فقر اضافه کرده. راه حل هم ندارن، چرا که میخوان در چارچوب نظام و قدرت و خشونت بمونن. بنابراین باید که درآمدها و سرمایه ها رو بریزن تو دهن این اژدهایی به نام قدرت. از دست اژدها میشود نجات پیدا کرد. راه حل نجات و راه حل از این بیماری خشونت هم وجود داره، به شرطی که جامعه ایران بعد از رهایی از این بیماری خودش رو نجات بده. بعد ما یه اقتصادی داریم تولید محور که بودجه های اضافی نداره، بودجه های انحرافی نداره. تمام اینها صرف می شود در خدمت جامعه، مخصوصا جامعه جوان که فعال و کوشا بشه و در حقیقت طبیعت رو هم عمران بکنه تا ما سربلند در جامعه جهانی باشه. این راه حلی است که ما به شما عزیزان همیشه پیشنهاد کردیم از روی این عشقی که به ملت خود داریم و امید که جامعه کمی بیاندیشد. فکر نکنه که سال دیگه بهتر بشه. نه، هر سال بدتر خواهد شد و سال جدید که درش هستیم وضعیت خیلی خیلی بدتر از سال قبل خواهد شد. آیه گلجان، با توجه به این بودجه‌ای که به تصویب رسید، نهایتاً هم در شورای نگهبان، در شورای تشخیص مصلحت و کمیسیون مخصوص و بعد شورای نگهبان، این بودجه با این ترکیب، به ویژه با بر مبنای این واقعیت که حتی اون چند صد هزار بشکه نفتی هم که صادر می‌کردن، لااقل بنا به گزارش خبرگزاری بلومبرگ تو اواخر ماه فوریه روزی 35,000 بشکه فقط صادر می‌کردن، و
و این نیاز به چاپ اسکناس در واقع که قرض گرفتن از بانک مرکزی است و بانک‌های دیگه تورم رو، حتی اگر این بیماری کرونا از این دیدگاهی که شما نگاه میکنیم به داد آقای خامنه‌ای و رژیم نمیرسید، تورمی که قابل پیشبینی بود بسیار گسترده تر و افسار گسیخته تر از سال گذشته حتما میبود و در نتیجه فقر رو نه تنها بیشتر میکرد بلکه وسعت فقر هم، یعنی اقشار بزرگتری به زیر خط فقر صعود میکردن. حالا با این بیماری کرونا و شیوع بیماری کرونا و این بسته ای هم که اعلام کردن که قرار تصویب بشه و برای کمک به مردم و بنگاه های کوچک تولیدی، تورم خیلی وحشتناکی در ایران باید شاهد باشیم، درسته؟ درسته. وقتی که 1,000,000 بگن من جلو جلو میدم به یه خانواده، خب این خانواده میخواد چیکار کنه با این 1,000,000؟ میخواد بره خرید کنه دیگه. شما آقای عبدالله خودتون اقتصاددانید، 1,000,000 تومان باید 2,500,000 تومان تو بازار کالا باشه و خدمات تا اینکه تورم به وجود نیاره. همچین چیزی در ایران هست؟ خب نیست. وقتی نیست چه وضعیتی به وجود میاره؟ این 1,000,000 تومان در حقیقت 30% میشه ارزش، چون کالاها مثل برق میپرن بالا. هر سال مردم میگن حقوق ما رو بردید بالا، روز 13 دیگه اون حقوق ارزش نداره. یعنی چه؟ مثلا 15% حقوق میبرن بالا، 20 روز بعد، 1 ماه بعد قیمت ها اینقدر رشد کرده، چون تناسبی بین عرضه و تقاضا در کشور نیست. یک اقتصاد بیماره. بر فرض مثال هم که الان کرونا یه واقعیتی است که هست، اگر نبود این تورم بیش از حد به وجود می برد، کرونا اون دشمن خارجی که آقای خامنه ای بسیار عاشقش هست و در همه جملاتش دشمن میکنه، هیچ وقت به خود نگاه نمیکنه و این وضعیت بسیار بدی که در ایران به وجود آوردن همه رو میگه دشمن خارجی است. کرونا یه دشمن خارجی است که به داد اونها رسیده، ولی به داد ملت هم رسیده؟ نه نرسیده. فقر مضاعف تولید کرده، مرگ مضاعف تولید کرده. و بنابراین گرفتن از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، چون در تولید نقش نداره، نقش کاغذی است در اختیار مردم، این یه چیز تولید تورم بیش از حد میکنه. خب سال گذشته 40% ما در ایران تورم داشتیم، سال قبل 87 ما 37% تورم داشتیم، امسال پیش بینی میکنن 40%. خب حالا که سال 90، منظور تو سال 97، بله سال 97 الان که منظورم، بله سال 98 هم بوده 40%، الان برای این سالی که وارد شدیم عنوان میکنن 99، عذر میخوام 40% تورم تولید میکنه. خب این در حالتی بوده که چیزی به نام کرونا وجود نداشته باشه. خب این بیلیاقتی این نظام رو هم میرسونه در مقابل یک بیماری که به کشور وارد شده و این خشونت ها رو چند برابر میکنه و اینها حاضر نیستن بگن در بسیاری از این جنگ ها و فساد ها دست برمیداریم از این دروغ بزرگ در رابطه با بمب اتم و دست برمیداریم تا اینکه این فضا عوض بشه، چون نیاز به دشمن خارجی دارن، چون نیاز دارن به دشمن خارجی برای سرکوب در داخل کشور، اینه که حاضر نیستن از این تئوریشون دست بردارن. جامعه عزیز، مردم عزیز ما باید توجه کنند. بودجه مال شما ملته، مجلس مال شما ملته، دولت نوکر شماست به قول مصدق، باید در خدمت شما عمل کنه. اگر نمی کنند، وظیفه کیه؟ شما که صاحب هستید، صاحب این خانه که وطن هست، باید بگید که بفرمایید برید بیرون. چه شکلی؟ با یک جنبش همگانی باید که بره بیرون. بسیار آسانه؟ نه. ولی چرا باید یک ملتی هر روز از جان و از وجود خود خرج نظامی بکنه که بودجهش سر تا پا در فساد و کمبود در حقیقت به سر میبره؟ امید که جامعه ما
بکوشند در درجه اول واقعا در قرنطینه خانگی بمانند و بکوشند در نظافت تا اینکه این بلا که به عنوان کرونا در سطح جهان هست راه حلی پیدا کنه و بعد راه حل بعدی بیماری استبداد فقیه رو درمانش در دست ملت ایران تا ما بودجه در خدمت مردم عرضه بکنیم و در حقیقت مشکلات اقتصادی مردم رو با کمک خود مردم بکوشیم و از بین ببریم. ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم آقای گلزار. خیلی خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین. اوقاتتون خوش. تشکر میکنم. شب شما هم خوش.